کاخ سفید از مذاکرات سهجانبه آمریکا عربستان و امارات در مورد مقابله با رفتار شرورانه رژیم آخوندی خبر داد در بیانیه کاخ سفید آمده است مشاوران امنیت ملی آمریکا عربستان و امارات متحده عربی روز جمعه در کاخ سفید ملاقات کردند تا مسائل با اهمیت استراتژیک برای سه کشور شامل تلاشهای مشترک برای مقابله با نفوذ شریرانه و رفتار تحریک‌آمیز رژیم ایران را مورد بحث و گفتگو قرار دهند این بیانیه می‌افزاید در این گفتگوها که مقامات ارشد از وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری و جامعه اطلاعاتی شرکت داشتند بر سر گفتگوهای منظم سه‌جانبه توافق به عمل آمد در این گفتگوهای منظم قرار است چارچوب‌های مشترکی در مورد مقابله با تهدیدات منطقه‌ای تعیین و اجرا شود. محکومیت گسترده بین المللی و عربی پرتاب موشک و عربستان توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم آخوندی در یمن همچنان ادامه دارد. دبیر کل ملل متحد، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، کانادا، روسیه، اتحادیه عرب، پارلمان عربی، مصر، الجزایر، تونس، سودان و جیبوتی طی موزگیری های این اقدام حوسی ها را محکوم کردند دبیر کل سازمان ملل طی بیانیه‌ای حملات موشکی شامگاه یک شنبه شب ششنبه شپ نظامیان حوسی به شهرهای عربستان سعودی از جمله ریاض و به عهده گرفتن مسئولیت این حملات توسط شبه نظامیان حوسی را به شدت محکوم کرد. وزیر خارجه فرانسه شلیک موشک توسط شبه نظامیان و حوسی به شهرهای عربستان را محکوم کرده. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود نوشت این حمله یک تعرض جدید به امنیت عربستان و به صلح و ثبات در منطقه است و جدیت تهدیدی را نشان می‌دهد که توسعه موشک‌های بالستیک برای تمام این منطقه در بر دارد. وزیر خارجه فرانسه افسود ما بر حمایت و همبستگی من با عربستان تاکید می کنیم و به اقدام همراه با شرکای من برای پاسخ دادن به این تهدید ادامه خواهیم داد عربستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست رژیم آخوندی را به خاطر مجهز کردن شبه نظامیان حسی به موشک مجازات کند العربیه گزارش داد المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل در نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت خواستار برخورد با رژیم ایران به خاطر مجهز کردن شبه نظامیان حوثی یمن با های بالستیک شد. العربیه افزود پیش از این ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف عربی در یک کنفرانس مطبوعاتی یک موشک را به نمایش گذاشت که رژیم ایران برای شبه نظامیان حوثی قاچاق کرده و پیش از آنکه به خاک عربستان شلیک شود توسط ائتلاف عربی کشف و ضبط شد او گفت که ائتلاف نظامی عربی همچنین یک محموله موشک از نوع سیاد را ضبط کرده است سخنگوی ائتلاف عربی همچنین گفت موشکی که ها به سوی ریاض شلیک کردند یک موشک متعلق به رژیم ایران به نام قیام بود و ایران به دلیل نقض قوانین المللی باید از سوی شورای امنیت تحت تعقیب قرار گیرد به گزارش العربیه عربستان اعلام کرد در زمان و مکان مناسب به اقدامات رژیم ایران پاسخ خواهد داد سفیر عربستان در آمریکا در ارتباط با شلیک موشک به ریاض توسط عوامل رژیم آخوندی در یمن اعلام کرد کارنامه رژیم ایران کارنامه ای از مرگ و نابودی است تنها راه جلوگیری از جنگ بیشتر در منطقه حسابرسی از رژیم ایران به خاطر نقض تمامی قوانین بین المللی است خالد بن سلمان با اشاره به اعمال تروریستی رژیم از جمله در آرژانتین و عربستان افسود رژیم ایران در گذشته تلاش کرد سفیر قبلی عربستان را در واشنگتن ترور کند. آنها نخست وزیر لبنان رفیق حریری را کشتند و مخالفان سیاسی را در شهرهای اروپایی ترور کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در بیانیه خود ملل متحد را فراخواند تا درباره منشأ موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها تحقیق کند. وی گفت من نسبت به پرتاب چندین موشک توسط حوسی ها بر عربستان شوکه شدم ما با تکیه بر جدیدترین گزارش هیئت کارشناسان ملل متحد سازمان ملل را فرا خواهیم خواند تا تحقیق کند و دریابد چطور تازه ترین موشک ها در نقض قطعنامه های شورای امنیت وارد یمن شدند